سر خط خبرها. استقرار نیروهای روسیه در اطراف کیف، حملات مهاجمان به غرب اوکراین رسید. وقفه در مذاکرات هسته‌ای با وجود آماده شدن متن نهایی، اتحادیه اروپا میگوید دلیلش عوامل بیرونی است. در جستجوی مکانی امن، شهر لویو در غرب اوکراین مأمنی برای آوارگان شده. و 110 سالگی اولین روزنامه فارسی تاجیکی در آسیای میانه. سلام به شما، عصرتون بخیر. خوش اومده به این بخش خبری از تلویزیون فارسی بی بی سی. با گذشت 16 روز از شروع تهاجم روسیه به اوکراین، نیروهای روسی عملیاتشان را گسترش دادند و به اهداف جدیدی از جمله در غرب این کشور حمله کردند. تصاویر ماهواره‌ای هم نشان می‌دهد که واحدهای کاروان ارتش روسیه در نزدیکی کیف از هم جدا شده و ظاهراً در حال محاصره پایتخت هستند. همزمان بحران انسانی در ماریوپول و چند شهر دیگر که ارتش روسیه آنها را محاصره کرده وخیم‌تر شده. رسانه‌های دولتی روسیه هم می‌گویند که جدایی طلبان مورد حمایت این کشور شهر مهم ولنوواخا در نزدیکی ماریوپول را تصرف کردند. فرین عاصمی گزارش می‌دهد. بحران انسانی در ماریوپول. 16 روز بعد از تهاجم روسیه به اوکراین، حالا این شهر در جنوب شرق در وضعیت وخیم است. مردم آب و غذا ندارند. وسیله‌ای برای گرم کردنشان در این سرمای شدید نیست و همزمان زیر آتش بی‌وقفه حملات هوایی روسیه هم هستند. برق نداریم. آب در چاه هست اما برق نداریم. ارتباط هم با هیچ جا نداریم. بچه هم نزدیک کیف هستند. خبر ندارم ازشون. موبایلا کار نمی‌کنه که بتونم باهاشون تماس بگیرم. هفته هاست ازشون خبر ندارم. خیلی ترسناکه. ما وروج نیدلی نمی‌دونیم. اما شاید امیدی برای خروج غیر نظامیان وجود داشته باشد. مایلم اطلاع بدم که کوریدورهای انسانی رو باز میکنیم. از ماریوپول در منطقه دونسک به سمت شهر زاپوروژیا. ستونی از اتوبوس‌ها کمک‌های بشردوستانه رو از زاپوروژیا به ماریوپول میرسونن. همزمان تصاویر ماهواره‌ای شرکت ماکسار نشان داده که کاروان خودروهای نظامی روسیه در نزدیکی پایتخت حالا پراکنده شدند. شاید راهی برای محاصره پایتخت از جهات مختلف. حملات روسیه هم گسترش پیدا کرده به مناطق مختلف و همچنین غرب اوکراین. این تصاویر ماهواره‌ای از یک مرکز خرید در چرنیهیف در شمال اوکراین. اینجا حدود 11 روز پیش. و این تصاویر از همین مرکز خرید که دیروز گرفته شده، جایی که در بمباران روسیه ویران شده. اینجا یک کارخانه کفش‌سازی در نیپرو در مرکز اوکراین بعد از حمله هوایی روسیه به ویران تبدیل شده. نه خبری از کفش است و نه از ساختمان چیز زیادی مانده، فقط آتش و دود. این سردخانه در جنوب اوکراین هر روز بر تعداد پیکرهای کشته شده ها اضافه می شود، بیشترشان هم غیر نظامی. خبری از مراسم خاکسپاری برای درگذشتگان نیست. در بعضی شهرها حتی فرصت جمع کردن جنازه ها هم نیست. وزیر دفاع اوکراین گفته در دو هفته گذشته بیش از سربازان غیر نظامی ها کشته شدند، در حالی که روسیه میگوید غیر نظامی ها را هدف قرار نمی دهد. جنگ در اوکراین بیشتر از انتظار روسیه طول کشیده. رئیس جمهوری این کشور حالا با فرستادن داوطلبان از خاورمیانه برای جنگیدن در اوکراین موافقت کرده. اگر می‌بینید که مردم می‌خواهند داوطلبانه و نه در ازای پول به مردمی که در دونباس زندگی می‌کنند کمک کند، خب بهشون اجازه بدین و راه رو برای رفتن به منطقه جنگی هموار کنید. مردم اوکراین اما هنوز مقاومت می‌کنند. زندگی خیلی از آنهایی که ماندند این روزها در پناهگاه می‌گذرد. واگن‌های این مترو در خارکیف برای آنها که خانه و زندگیشان را از دست دادند تبدیل به خانه موقت شده. خانه موقتی که معلوم نیست تا کی باید در آن بماند. فرین عاصمی، بی بی سی.
حضرت وحریز، دیپلمات پیشین افغانستان در روسیه، از تورنتو کانادا با ماست. آقای وحریز، گفته میشه که روسیه میخواد از داوطلبان خاورمیانه استفاده بکنه در جنگ اوکراین. این به چه معناست و معلوم هست که این افراد، این داوطلبان از کدوم کشورها هستند؟ تا جایی که من سخنهای پوتین رو شنیدم، منظور از داوطلبان از خود روسیه بود که بخواهند به کمک مردم دنباس بپیوندن و در مبارزهشان به خاطر آزادیشان و استقلالشان کمک بکنن. در مورد خاورمیانه، راستش من فقط در بی بی سی شنیدم، نه در صحبتهای خود پوتین، ولی اگر توجه بکنیم، این سابقه ایجاد شده بود و با فراخوان زلنسکی که از دوستداران اوکراین از غرب تقاضا کرده بود که داوطلبانشان به اوکراین بیاین و به مردم اوکراین در برابر تجاوز کمک بکنن. یعنی چون این سابقه وجود داشتن از هر دو طرف. آقای وحریز، آقای زلنسکی امروز ادعای ساخت سلاح شیمیایی در اوکراین رو رد کرده. غرب هم این ادعای روسیه که اوکراین داره سلاح شیمیایی میسازه مسخره خونده. فکر میکنی روسیه به دنبال چیه با مطرح کردن این ادعاها؟ روسیه اسناد را نشان داده که سلاح بیولوژیکی قرار بوده در یک لابراتوار، در چند لابراتوار از جمله در شهر خارکیف و در شهر کیف، به کمک آمریکایی ها ساخته بشه. اما این روایت را غربی ها قبول نکردن، چون شما هم گفتین مسخره میپندارن. حالا هم روسیه، هم غرب، هم اوکراین به خاطر توجیه موضع‌گیری هایشان، به خاطر اینکه نوعی حقانیت و مشروعیت برای اقدامات خود بدهند، ناگزیر هستند دلایل ارائه بکنند و متاسفانه شرایط یک طوری هست که دشوار است آدم به منابعی که از طرف روسیه خبر میده و منابعی که از طرف خود اوکراین خبر میده و منابع غربی حتی اعتماد بکنند، به دلیل از اینکه هر کدام از اینها منظورهای دارند و اهداف را دنبال میکنند. امروز که 16 روز از حمله روسیه به اوکراین، الان آیا تصویر واضح تری داریم از اینکه استراتژی نظامی که روسیه داره دنبال میکنه در اوکراین چیه مشخصا؟ اونطوری که در ابتدای امر انتظار بود که روسیه با یک اقدام سریع، حمله نظامی سریع، شهرهای بزرگ اوکراین را تسخیر بکنه، اتفاق نیفتاد. دلایل فراوان، از جمله چون قبلا هم در صحبت با شما گفته شده بود، اردوی اوکراین و این میهن پرستی که در نتیجه حمله روسیه به اوکراین به یک باره در اوکراین بیدار شده، اینها همش عوامل هستند که این حملات کند شده. ولی خود روسیه ادعا میکنه که ما به دلیل اجتناب از تلفات ملکی، تلفات غیر نظامیان هست که حمله ها را محتاطانه و کنتر از آنچه در نظر بود یا آنچه از ما انتظار دارن انجام میدهیم. متشکرم از توضیحات شما حضرت وحریز، دیپلمات پیشین افغانستان در روسیه. بعد از حمله روسیه به اوکراین، بیش از 2.5 میلیون پناهجو اوکراین رو ترک کردند. اکثر پناهجویان به لهستان رفتند و بیش از نیمی از آنها در این کشور ماندند. خبرنگار ما پرهام قبادی از ایستگاه مرکزی قطار در ورشو، پایتخت لهستان، گزارش میده. ایستگاه قطار ورشو در سالهایی که من اینجا زندگی کردم هیچ وقت همچین جمعیتی رو به خودش ندیده. پناهجویان اوکراینی اکثرشون زنان و کودکان هستند. بیش از 1.5 میلیون پناهجوی اوکراینی وارد خاک لهستان شده. از این تعداد بیش از نیمی از اونها وارد در این کشور خواهند بود. 40% از اونها لهستان رو ترک کردن به مقصد کشورهای دیگه در اتحادیه اروپا. اتحادیه اروپا اعلام کرده که پناهجویان اوکراینی نیازی به ویزا ندارن، تا 3 سال میتونن در کشورهای مختلف کار بکنن. اما بریتانیا برخلاف اتحادیه اروپا همچنان گفته که پناهجویان اوکراینی نیاز به ویزا دارن و تا این لحظه تنها به 1000 نفر ویزا داده، که نسبت مثلا به کشوری مثل لهستان میبینید که چه تعداد پناهجو اینجا هستن و مردم مجبور شدن که به میدان بیان تا کمک بکنن. اینجا میبینید که دارن بهشون غذا و آب میدن در ایستگاه مرکزی قطار ورشو. داوطلبان رو میبینید که دائم در حال دویدن هستن برای اینکه اسکان بدن پناهجویان رو.
از طریق وبسایتی که در نظر گرفتن اونجا مردم اعلام آمادگی میکنن، در خونه هاشون رو باز کردن روی پناهجویان اوکراینی و اینجا داوطلبان کمک بهشون میکنن تا اسکان پیدا بکنن. اما از طرف دیگه با لهستانی هایی که من اینجا صحبت میکردم در ورشو، برخلاف من از بسیاری اینجا نگرانند، میگن که الان صفهای گرفتن پاسپورت طولانی شده به خاطر اینکه لهستانی ها هجوم آوردن برای گرفتن پاسپورت، از ترس اتفاقی که در اوکراین افتاده میترسن که نکنه لهستان کشور بعدی باشه. از طرف دیگه بسیاری میگن که در صفهای طولانی بانک گرفتار شدن به خاطر اینکه مردم سعی میکنن که مقداری از پولشون از بانک در بیارن و برای خودشون کنار بذارن در خونه. بعضیا به من میگفتن که همین الان چمدون‌هایی رو تهیه کردن که در اون لباس‌ها و وسایل مورد نیاز رو گذاشتن. اینها همه نشانه‌های ترس. درسته که لهستان عضو ناتو است و حمله به یک کشور ناتو، یعنی حمله به همه کشورهای ناتو، اما این از ترس لهستانی‌ها از همسایه قدرتمندشون کم نمی‌کنه. پرام قبادی بود، خبرنگار اعزامی ما به لهستان. جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا از توقف مذاکرات احیای برجام به دلیل آنچه که او عوامل بیرونی خوانده خبر داده. آقای بورل اما توضیحی درباره عوامل نداده. همزمان سخنگوی وزارت خارجه ایران گفته وقفه اعلام شده میتواند زمینه ساز حل مسائل باقی مانده باشد. در روزهای گذشته روسیه از طرفهای مذاکره کننده خواسته بود که روابط تجاری و نظامیش با ایران از تحریم‌های گسترده علیه مسکو معاف شود. حالا میخائیل اولیانوف نماینده روسیه در مذاکرات وین میگوید توقف گفتگوها فقط به دلیل درخواست این کشور نبوده. فرنوش امیرشاهی گزارش می‌دهد. وقف در مذاکرات هسته‌ای وین بعد از امیدها از به سرانجام رسیدن آن در روزهای آینده. جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا علت را برخی مسائل خارج از برجام خوانده. به دلیل عوامل خارجی وقفه در گفتگوهای وین ضرورت دارد. متن نهایی اساساً آماده شده و روی میز است. به عنوان هماهنگ کننده من و تیم همراه هم در تماس با همه شرکت کنندگان برجام و همینطور ایالات متحده به حل و فصل وضعیت فعلی و نهایی کردن توافق ادامه خواهیم داد. او به اینکه دلایل این وقفه چه هستند اشاره ای نکرده، اما سخنگوی وزارت خارجه ایران گفته این فرصت میتواند زمینه ساز حل موضوعات باقی مانده و بازگشت نهایی باشد. سعید خطیبزاده تاکید کرده که هیچ عامل خارجی بر اراده مشترک برای حرکت به سمت توافق اثر نخواهد داشت. در روزهای گذشته دو طرف گفته بودند بیشتر راه طی شده و فقط مسائل کوچک اما مهمی باقی مانده. تصمیم به توقف مذاکرات ساعتی بعد از دیدار علی باقری مذاکره کننده تیم هسته‌ای ایران با انریک مورا مذاکره کننده ارشد اروپا اعلام شد و بعد از اینکه وزیر خارجه ایران از گفتگو با جوزف بورل ابراز رضایت کرده بود. امروز گفتگوی سازنده‌ای با جوزف بورل داشتیم. تلاش‌ها برای رسیدن به یک توافق خوب و با دوام ادامه دارد اگر آمریکا واقع‌بینانه و با ثبات عمل کند. هیچ طرفی به تنهایی نمی‌تواند نتیجه نهایی را تعیین کند، بلکه به تلاشی مشترک نیاز است و منطق باید حاکم باشد. یکی از مسائلی که کار را پیچیده‌تر کرد، درخواست روسیه برای معافیت روابط اقتصادی نظامیش با ایران از تحریم‌های گسترده است که علیه مسکو وضع شده. درخواستی که آمریکا زیر بار آن نرفته. مسائل کمی باقی مانده. روسیه می تواند درباره آنچه که به دنبال آن هستند صحبت کند. اما حرفم این است که ما از همه طرف‌ها از جمله روسیه می خواهیم که بر حل مجموعه بسیار کوچک باقی مانده تمرکز کنند. ولی امروز میخائیل اولیانوف نماینده روسیه گفته که تعلیق مذاکرات فقط به دلیل خواست این کشور نبوده. خبرگزاری تسنیم به نقل از منابع آگاهی روایت دیگری در به منبست خوردن مذاکرات داشته. گفته که علت سختگیری آمریکا در رفع تحریم تعدادی از شخصیت‌ها و نهادهای ایرانی است. خروج سپاه و نهادهای زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی از فهرست تحریم‌های آمریکا یکی از شروط تیم ایران است. گفته شده مذاکره کنندگان طرف مقابل هم چراغ سبزی نشان داده بودند. اما این مطالبه در داخل آمریکا مخالفانی جدی دارد، از جمله 21 عضو جمهوری خواه و دموکرات کنگره آمریکا که از دولت خواستند این نهادها در تحریم باقی بمانند. آسوشیتد پرس هم خبر داده که ایالات متحده محموله های دو نفتکش را به ظن انتقال نفت ایران توقیف کرده.
اقدامهایی که فضای رسیدن به توافق هسته‌ای را غبارآلودتر و خط قرمزها را بیشتر کرده. حالا با وقفه در این مذاکرات زمان دستیابی به توافق هم نامشخص‌تر از قبل است. فرنوش امیرشاهی، بی بی سی. نگاه کنیم دوباره به مهمترین عناوین خبری برنامه. تصاویر ماهواره‌ای نشان می‌دهند که نیروهای روسیه در روستاها و جنگل‌های اطراف کیف، پایتخت اوکراین، مستقر شدند. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا می‌گوید متن نهایی توافق هسته‌ای بین ایران و قدرت‌های جهانی آماده است، ولی مذاکرات به دلیل عوامل بیرونی متوقف شده. در ادامه این برنامه، محققان 110 سالگی اولین روزنامه فارسی تاجیکی در آسیای میانه. میشل باشلی، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد به کابل رفته و با شماری از فعالان زن و مقام‌های ارشد طالبان دیدار کرده. خانم باشلی از مقام‌های طالبان خواسته که به موارد جدی نقض حقوق زنان و دختران فوراً پایان دهند. همزمان اتحادیه اروپا مجمعی با 60 عضو به عنوان مجمع رهبران زن افغانستان ایجاد کرده که هدفش تمرکز بر حقوق زنان در این کشور است. اینجا در کابل من به زنانی گوش می دهم که از تجربیات خودشان و خواهرانشان می گویند. با مقام های شبه رسمی طالبان هم در مورد نیاز فوری و حیاتی برای پیشرفت و تحقق حقوق اساسی زنان و دختران و پایان دادن به بسیاری از موارد نقض جدی حقوق بشر علیه آنها صحبت می کنم. میشل باشله بود، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل. بریتانیا اعلام کرده پناهجویانی که گذرنامه اوکراینی دارند به زودی می توانند به طور مجازی برای دریافت ویزای بریتانیا اقدام کنند. این قانون جدید تنها شامل کسانی می شوند که عضوی از خانوادهشان ساکن بریتانیا باشد. در دو هفته گذشته و بعد از حمله روسیه به اوکراین بیش از 2 میلیون نفر از این کشور گریختند. اتحادیه اروپا مقررات ورود را برای پناهجویان اوکراینی لغو کرده، اما بریتانیا به دلیل کندی در واکنش به این بحران هدف انتقاد است. مارک لوئن از شرق لهستان گزارش می‌دهد. مادر، گراندمادر، مادر و مادر بزرگ هر دو پناهجو. هریسا کوملیکاوا از تجربه اش از جنگ می‌گوید. این صدا رو شنیدی؟ از کابوس کیف فرار کرده. دخترش لنا از خانه اش در لندن آمده که او را با خود به بریتانیا ببرد. شبانه اومد، گریه میکرد و میلرزید. خیلی ترخ بود دیدن ترسی که تو صورت مادرم موج میزد. یاد داستانایی افتادم که مادر بزرگم از جنگ در سال 1941 در کیف تعریف میکرد. اما راه رسیدن به بریتانیا پر از موانعی است که کندی روند صدور ویزا ایجاد کرده. سرعت رسیدگی به درخواست ها بیشتر شده، ولی هنوز روزها طول می کشد و مراحل اداری فراوانی دارد. من راستش ازشون ناامید شدم. این شکل کار دولت اسمش کمک کردن نیست به نظرم. نخست وزیر قول داده بود که سازوکار خیلی خوبی تعبیه شده و سرعت اومدن کسایی که در بریتانیا خانواده دارن به این کشور قرار بالا باشه، ولی من واقعا نشونه ای از چنین چیزی نمیبینم. جهان بر سر هرایسا آوار شده و دخترش برای بیرون رفتن از این بحران دست او را گرفت. خیلی حساس شده. با طولانی شدن اقامتشان در لهستان، آنها خود را برای سفری طولانی آماده می کنند در کشوری که آغوشش را به روی اوکراین باز کرده. روزها انتظار هزینه زیادی برایشان داشته، از اقامت در هتل تا خرید لباس. رایسا موقع فرار فقط یک کیف با خودش برداشته. لنا قوانینی را بررسی می کند که به زودی درخواست آنلاین ویزا را ممکن می کند. احساس استیصال در میان بسیاری از اوکراینیا از این ناشی می شود که دو هفته از آغاز این جنگ گذشته و صدها هزار نفر از حمله روسیه فرار کردند و بریتانیا تازه به فکر تسهیل قوانین افتاده، اون هم در مقیاس کوچک، چون هنوز به صدور ویزا اصرار داره، در حالی که اتحادیه اروپا کلن ضرورت داشتن ویزا را لغو کرده. پیغام لنا به کشوری که در آن زندگی می کند این است. میگم به نظرم باید با آغوش بازتر ما رو بپذیرید. ما گناهی نکردیم. ما اوکراینی ها آدم های بدی نیستیم و لیاقت بهتر از این رو داریم. آن زندگی که دوستش داشت فعلا از دست رفته. فکر میکنید دوباره اون زندگی رو ببینید؟ میگوید قطعا ما از پیش هم متحدتر خواهیم شد. شی دروژنیشه بودمو. مارک لوئن، بی بی سی نیوز، ششوف، ایسترن پولند.
شهر لویف در غرب اوکراین از خشونت جنگی در امان مانده و به همین دلیل تبدیل به مأمنی برای آوارگان از سراسر این کشور شده. بسیاری از ساکنان عادی این شهر حالا فعالیت‌های روزمره‌شان را رها کردند تا به هر شکلی که می‌توانند به سیل آوارگان و ارتش اوکراین کمک برسانند. ریتا چاگراباتی گزارش می‌دهد. شهر لویف از خشونت‌های جنگ در امان مانده، اما ظاهر عادیان گول‌زننده است. با نگاهی کمی عمیق‌تر می‌شود بسیاری را دید که زندگی روزمره را رها کردند و به جنگ علیه روسیه پیوستند. مثل الستیا که 32 ساله است و طراح لباس. البته این روزها به مد کاری ندارد و برای ارتش در حال گسترش کشورش جلیقه ضد گلوله تولید می‌کند. اولین بار در زندگیم دارم این کارو میکنم و کاملا با چیزهایی که قبلا درست کردم فرق داره. چرا داری این کارو میکنی؟ پسرامون بهش نیاز دارم و خب نمیدونیم چه کار دیگه ای از دستمون برمیاد. نسبت به اون چه داره در اوکراین اتفاق میفته چه احساسی داری؟ خیلی عصبانیم. خیلی سخته، خیلی سخت. تلاش میکنیم، متوقفش میکنیم. ناراحت شدی؟ بله، هممون. این شهریست در آستانه بحران و مردم تلاش میکنند از آنچه ارزشمند است محافظت کنند. همه جا ایستگاه‌های بازرسی گذاشتند و مردانی آن را می‌گردانند که کارهای پشت میزشان را رها کردند، از جمله آلیکس که مدیر یک شرکت بود. من با کت شلوار می‌نشستم تو دفتر کار راحتم، 50 نفر را هم مدیریت می‌کردم. الان تو موقعیت خطرناکی هستی، می‌ترسی؟ نه، اینجا کسی نمی‌ترسه. به راحتی می‌تونم خانواده‌ام را بردارم و از اوکراین برم. Хлопці пригнали машини і віддають на армію. Від Женеї в сторону, я з ним поговорю. Десь آقا اومده ماشین مجانی بده به ارتش. من هم دارم همین کار رو میکنم. ماشینا رو جمع میکنم، با هزینه شخصی میفرستمشون برای ارتش. هر شهروند اوکراینی تلاش میکنه برای ارتش کاری بکنه. مردم متحد شدن. You see how the people are united. این اتحاد میان مردمی که در جستجوی جایی امن هستند هم دیده می شود. لویو مرکزی شده برای اوکراینی هایی که از خشونت در گریزند. لیانا مرکز هنریش را به روی آوارگان گشوده و روز و شب در تلاش برای پناه دادن به آنهاست. چه فشار عاطفی و روانی روی خودت احساس میکنی؟ اولش خیلی اضطراب داشتم و نمیتونستم بخوابم، نه غذا از گلوم پایین میرفت. بعد فهمیدم که کنترل همه چیز دست من نیست و نمیتونم به همه کمک کنم. اون موقع تصمیم گرفتم کارهای کوچیکی که از دستم برمیاد رو انجام بدم. یکیش این بود که در این مرکز هنری زنده بمونم و به هر کسی که میاد بتونم کمک کنم. اکنون هنر اینجا سیاسی است. بر این پوستر نوشته حقیقت، قدرت و اراده ما. کلام مختصری که روح مقاومت در این شهر را به بهترین شکل بیان می‌کند. ریتا چاکرابارتی، بی بی سی نیوز، لویو. 110 سال پیش در چنین روزی اولین روزنامه فارسی تاجیکی در آستانه‌ای میانه منتشر شد. اولین شماره بخارای شریف به خط فارسی در بخارا چاپ شد که در آن زمان مرکز دولتی به نام امارت بخارا بود. این روز در تقویم تاجیکستان به عنوان روز مطبوعات ثبت شد. خبرنگار ما سهراب ضیاء از شهر دوشنبه گزارش می‌دهد. تنها شماره بخارای شریف که تا به امروز در تاجیکستان محفوظ مانده و دیده شده. آثار گذری زمان را در آن می توان مشاهده کرد. صفحه های رنگ پریده و ترمیم شده که قدمت 110 ساله دارند. با باوری بسیاری از پژوهشگران تاریخ مطبوعات تاجیک، رسالت اصلی روزنامه بخارای شریف در اوایل سده 20 ساختن هویت ملی تاجیکان آسیای میانه بوده است. زمان روزنامه بخارای شریف در امارت بخارا نشر شد که تمام اقوام غیر تاجیکی روزنامه های خود را داشتند. در اون روزنامه ها
سخن درباره اصالت زادگی دیگر اقوام رفت و در این ردیف به هویت ملی تاجیکی لطمه وارد میکردند. فرهنگ ملی و ادبیات غنی ملت تاجیک را نادیده میگرفتند. کار به جای آمده بود که موجود بودن ملت با نام تاجیک را یک روند غلطی تاریخی میدونستند. از طرف راست معروف فارسی بخارای شریف تنها 6 ماه دوام آورد و در این مدت 153 شماره چاپ شد که حالا در کتابخانه ملی ازبکستان محفوظ است. در تاجیکستان نسخه های اسکان شده ای آن را دارند. به گفته محققان تنها عوامل مالی منجر به عمری کوتاهی این روزنامه نشده. پن ترکستان نمیخواستند که گروه روشنفکر تاجیک روزنامه بخارای شریف را نشر نماید، چون که رقابتی مستقیم با نشریه های ترک زبان می شود. سیاست روسیه پادشاهی در همون وقت همین بود که مردم آسیای مرکزی از جمله مردم تاجیک که فرهنگ مشترک با افغانستان و ایران دارد نمی خواستن که هویت ملی اونها بلندتر شود و خود امارت بخارا که امارت خانوادگی منقیتی بود نمی خواست مردمی که تحت سلطه اونها قرار دارن از هویت خود حرف بزنن. با گذشت بیش از یک قرن از چاپ بخارای شریف، سرنوشت آن در تاجیکستان که شهر بخارا دیگر جزئی آن نیست تکرار می شود. دست کم در 5 سال اخیر به دلایل مختلف چاپ نشریه های مستقل مانند آزادگان و نگاه متوقف شده. هم آزادگان، هم نگاه، هم ملت و اینها از نشریه های خیلی سرخواننده بودند. سبب اصلی بسته شدن این نشریه ها از جانب کسی شرح داده نمی شود. فقط نارضایی سردبیران که تا حاضر گوش را زد می تیند که ما را بستند و دیگر و دیگر چیزها، همطور به طریق رسمی کسی نمی گوید که سبب بسته شدن فلان نشریه چی بود. سازمان های بین المللی دفاع از حقوق انسان حکومت تاجیکستان را به محدود کردن آزادی بیان و فشار بر مطبوعات مستقل متهم می کنند. اما مقامات تاجیک از آزادی بیان در این کشور می گویند و فعالیت ده ها تلویزیون، رادیو و چاپ صدها روزنامه و مجله غیر دولتی و خصوصی را دلیل می آورند. سهرابی زیا، بی بی سی، دوشنبه. ممنونم از همراهیتون.